سلام بچه ها، من ستایشم و به کانالم خوش اومدین. پیش از هر چیز امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و مشغول خوندن کتابای خیلی جذابی باشین، چون من خیلی نتونستم این چند وقتی کتاب بخونم. اگه درست یادتون باشه تو چند تا ویدیو قبلی توضیح دادم که یه مدت کلا زیاد نتونستم کتاب بخونم و کتابو نصف نصف ول میکنم و از این کتاب میرم سراغ اون یکی. و بعد از همه اینا، با همه این کارهای زشتی که انجام دادم، از این کتاب پریدم رو اون یکی. دچاری اسلامپ خیلی وحشتناک شده بودم. اگه نمیدونی ریدینگ اسلامپ چیه، یه حالتیه که مثلا وقتی تو کلن در حالت نرمالت یه عالمه کتاب میخونی و کتاب خوندن یه جورایی تنها کاریه که انجام میدی، و بعد یهو این حس بهت دست میاد که دیگه نمیتونی چیزی بخونی، یا هر کتابی میخونی واسهت اونقدر جذاب نیست که ادامش بدی، نصف ولش میکنی از این حرفا. بهتون قول داده بودم که تو تابستون و کلا این چند وقت خیلی بیشتر ویدیو بذارم و بیشتر کتاب معرفی کنم. نتونستم این کارو کنم. یه دلیلش اینه که خیلی کتاب نخوندم، همونطور که الان گفتم. دلایل بعدش بیشتر به سلامت روان و حال روحی از این چیزا مربوط میشه. کمالگرایی و استراب اجتماعی و اینا مانع از این شد که ویدیو بذارم و باهاتون حرف بزنم، کتاب معرفی کنم یا حالا هر چی. اگه نمیدونستین، الان میتونین در جریان باشین که من کیدرامرم و از سالهای خیلی پیش بودم، ولی اینجوری بوده که یه دوره خیلی بودم، خیلی نگاه میکردم و یه دوره کلا میذاشتم کنار. نه اینکه دوست نداشتم، به فعالیت‌های دیگه مشغول می‌شدم. کی‌درامر به کسی میگن که سریال کره‌ای نگاه می‌کنه و خیلی دوست داره، و کی‌دراما به سریال کره‌ای میگن. دوباره برگشتم سر خونه اول و دارم تند و تند سریال کره‌ای نگاه می‌کنم و قشنگ دارم خودم خفه می‌کنم و خیلی کار لذت بخشیه، چون یکی از چیزایی که همیشه تو زندگی حالمو خوب کرده و حس خوبی ازش می‌گرفتم کی‌دراما بوده. حتی یادم تو دبیرستان موقع امتحانات نهایی، اون موقع که خب استرسم بیشتر بوده از این حرفا، اون چیزی که خیلی دوستش داشتم و حالمو خوب میکرد و انرژی مثبت ازش میگرفتم کی‌دراما بود. الان نزدیک 9 صبح ساعت، یکم پیش بیدار شدم، آب خوردم. آب نخورم تو طول روز میکشم بقیه رو، کتکشون میزنم. کلا مدلم اینجوریام. بعد حتما بیدار میشم سری دو لیوان یه لیوان آب بخورم که حس خوبی داشته باشم. چند تا ایده تو ذهنم بود واسه اینکه ویدیو بگیرم. اونی که در حال حاضر بیشتر با مودم سازگار بود و حسشو داشتم و اوکی بودم باهاش و گفتم آره این خیلی خوبه، مدت‌هاست منتظرشم، این یکی بود. اونم اینه که قراره بوکتیوبرهای مورد علاقه‌مو بهتون معرفی کنم. لازم به ذکر که بگم این از اول تو ذهنم نبود این ایده، و یکی از شماها بهم گفته بود که همچین حرکتی بزنم و بیام بوکتیوبر مورد علاقه‌مو بهتون معرفی کنم. هر کی که بودی مرسی ازت که اینی در مطرح کرد. اسمشون هم اینجا رو کاغذ نوشتم که چند تا دونن فقط، ولی خب یه وقت یادم نره. اینا رو معرفی می‌کنم که اگه کانال من و سلیقه منو تو کتابا دوست دارید، میتونید برید سراغ این کانالا و سلیقه شون کتابایی که معرفی میکنن استفاده کنید. یه توضیح میدم که مثلا معیار من واسه این که یه بوکتیوبر دنبال کنم چیه. تقریبا سعی کردم تمام اون چیزی که خودم تو یه بوکتیوبر مورد علاقه میپسندم خودم رعایت کنم. نوع معرفی بوکتیوبر خیلی واسم مهمه. این یه طرف چجوری راجع به کتاب صحبت میکنه، بعد از شخصیت طرف خوشم میاد. ممکنه اصلا دقت نکنم به این که چی پوشیده، چه شکلیه، پشتش چجوریه، دور و برش چه شکلیه، یا حتی ژانر کتابش چیه. اینکه چه جوری صحبت میکنه و چه شخصیت داره بیش از هر چیزی منو جذب میکنه. اگه انرژیش مثبته، اگه حس خوبی از کانالش میگیرم، تک تک ویدیوهاشو میبینم و جیغ میزنم و عاشقش میشم. ترجیح میدم عکس اضافی و اون قسمت‌های اضافیشو بگیره خودش موقع ادیت و کات بیشتری داشته باشه تا اینکه خیلی طول بده معرفی هر کتابیو. جدیداً یه معیار زیبایی واسه انتخاب بوکتیوبر مورد علاقه‌ام در نظر گرفتم. اگه طرف کتاب مورد علاقه‌مو دوست داره، منم دوستش دارم. اول با اون بوکتیوبری شروع میکنم که هر کدوم از ویدیوهاشو میبینم یه عالمه کتاب تیبیارم اضافه میشه و هر کتابی، تقریبا هر کتابی معرفی میکنه به لیستم اضافه میکنم. Peace Love Books اسم کانالشه و اسم خود شخص جسیکاست. 99% کتابایی که میخونه رمانسن، و نکته خیلی جالبی که راجع بهش وجود داره اینه که رمانساش اصلا تکراری نیستن. 90% رمانسایی که میخونه و معرفی میکنه من ندیدم تو بوکتیوب، و این اولین شخصیه که اونا رو میخونه و پیشنهاد میده. اون 10% حالا کتابای معروف دیگن که بقیه بوکتیوبرها معرفی کردن، ولی معمولا و اکثر اوقات کتابایی که میخونه خیلی خاص و خیلی قشنگن. و چیزی که خیلی جالبه اینه که سلیقه‌م بهش نزدیکه. چند تا کتاب با معرفی این به لیستم اضافه کردم، بعد خوندم و بهشون 5 ستاره دادم. اینجوری بوده که حتی کتابی هم بوده که من بهش 5 ستاره داده بودم و ویدیوشو دیدم و متوجه شدم که آره کتاب مورد علاقش بوده. مدل صحبت کردنش خیلی خوبه، تند صحبت میکنه و قشنگ نکاتی که لازمه در مورد
مورد هر کتاب بدونید و بهتون میگه. چیزی که خیلی قشنگه و خیلی راجع به کانالش دوست دارم اینه که بوکتیوبر رمانس و کار زیبایی که میکنه اینه که وقتی میخواد رمانسا رو معرفی کنه اینا رو دسته‌بندی میکنه. سبک عجیبی هم داره و من عاشق این مدل دسته‌بندی کردن رمانسام. در کنار کتابای فقط رمانس دیدم که فانتزی و سایفای و تاریخی هم میخونه. بعد یه دختر است که تازه چند وقته باش آشنا شدم و چیزی که خیلی به وضوح ازش یادم اینه که داشتم یه ویدیو ازش میدم، خیلی طولانی بود، داشت راجع به کتابای معروف توضیح میداد و من باهاش خیلی هم نظر بودم راجع به یه سری از کتابا. سه شوخ طبعیشو دوست داشتم. قشنگ یادمه اون ویدیو رو دیدم و به این نتیجه رسیدم که این از اون آدمایی که هر وقت حالم بد باشه یه دونه ویدیو ازش ببینم حالم خوب میشه. انرژیش خیلی باحاله، انرژیش خیلی مثبته، جالب کتابا رو معرفی میکنه، اسپویل بیجا نمیکنه و تنها اون نکته‌ای که لازمه تو راجع به یه کتاب بدونی و بهت میگه، نکته‌های مهمشو که خب واضحه باید بدونی اینا رو. و خیلی دوستش دارم، کلا خیلی موجود باحالیه. میدونید نگاه میکنم ویدیوهاشو واقعا میخندم، حرکات چهرهش و ادایی که در میاره موقع معرفی کتاب خیلی خوبن. فقط یه چیزی که هست اینه که وسط حرفاش گاهی یه حرفایی میزنه، من با اونا موافق نیستم. یه سری از اینا رو دوست دارم و یه سری‌ها رو واقعا عاشقشونم. این از اوناست. همون اوایل که شروع کرده بودم ویدیوهاشو دیدن، اصلا فکر کنم به خاطر همین موضوع فقط دنبالش کردم، متوجه شدم که مجموعه فانتزی مورد علاقش با من یکیه. بیشتر دوستش داشتم و چیزی که پیش از هر چیز تو ویدیوش نظرمو جلب کرد چهرش بود. خیلی چهره کتابی داره، انگار یه شخصیت کتابه. سبک معرفیش خیلی قشنگه، کلا خیلی آدم نازنین و دوست داشتنیه، شخصیتشو خیلی دوست دارم، سلیقه‌اش به من نزدیکه. خیلی فانتزی میخونه و دقت کردم فانتزیایی که دوست داشته و خوشش اومده اکثرا اون فانتزیایی بودن که منم خوندم و دوست داشتم، واسه همین میتونم به سلیقه‌اش اعتماد کنم. بعدی دختر است که خیلی دوستش داشتم ولی متاسفانه مدتیه که فکر کنم چند ماهیه کلا انگار تو بوکتوب نیست. امیدوارم حالش خوب باشه، دلم واسش تنگ شده. خیلی ژانر متنوع میخوند، به شدت کتابای خاص و متنوعی میخوند و تو ژانرهای مختلف، ژانری که حتی شاید من تا حالا اونا رو نخونده باشم. و یه سری کتاب خیلی خاص و خفن معرفی کرده بود که منم خوشم اومد و به لیستم اضافه کردم. سبک معرفیش قشنگه و خیلی ازش حس خوبی میگیرم، چهرهش هم خیلی دوست دارم. کار زشتیه این که به چهره یکی دقت کنی و بگی به خاطر چهرهش یا هرچی. من فقط به خاطر چهرهش نه، برازم خیلی خوشگل بود، خوشم میاد از قیافش. دلم میخواد برم بشینم تمام این کتابایی که میگه رو با تمام این تنوع ژانریشون برم تهیه کنم و بخونم. کلا حس خیلی خوبی میده، حس خونه رو داره. اگه بگم در حال حاضر از بین تمام این بوکتیوبرها این یکی رو اصلا بیشتر دوست دارم، دروغ نگفتم. چون واقعا ویدیوشو که نگاه میکنم از هیجان قشنگ میمیرم، دلم میخواد همون لحظه پاشم 200 تا کتاب بخونم، همون لحظه ویدیو بگیرم، راجع به کتاب حرف بزنم و یه کاری مرتبط با کتاب انجام بدم. خیلی کانالش دوست داشتنیه و خودش خیلی شخص گوگولیه. اسمش سانی کیمه، هم کانالش هم خودش خیلی سانی آفتابی و گرمن. راست حد زدید، مجموعه فانتزی مورد علاقش با من یکیه و دقیقاً اونم اینجوریه که راجع به این مجموعه هزار بار شیون میزنه و اینو راجبش خیلی دوست دارم. چند وقت پیش یه ویدیو گذاشته بود و کتابایی که خیلی دوست داره و مورد علاقه‌ش رو معرفی کرد و من متوجه شدم که چند تا از کتابای مورد علاقه‌مون بجز اون مجموعه یکیه و اونجا دیگه داشتم نمیتونستم واقعا. فقط نمیاد به کتابای معروف فضای بوکتیوب و بوکتاک بسنده کنه و کتابای متنوع‌تری میخونه. احتمالاً اگه فانتزی خون یا کلا کتابخون میشناسینش، چون از خیلی سال پیش فکر کنم از 6 7 سال پیش تا حالا بوکتیوبره. و نکته خیلی جالبی که راجبش وجود داره اینه که کتابایی که مثلا من الان تازه دارم باشون آشنا میشم و میخونم و اون دقیقا 5 سال پیش خونده و خیلی کتاب خونده، قشنگ یه کتاب خونه واقعیه، یه عالمه کتاب داره و فکر کنم هرچی تو فانتزی بوده خونده اکثرشو. Clockwork Reader. اینم از بوکتیوبرای مورد علاقم. امیدوارم که از ویدیوی امروزم لذت برده باشین و حالتون خیلی خوب باشه. روز خیلی قشنگی داشته باشید و مثل همیشه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدافظ.